پیج 36 ادامه درس سوم پارت 6 بخش ششم Grammar Present Simple and Present Continuous. خب زمان حال ساده و زمان حال استمراری استفاده شون در ریدینگ و رایتینگ های آیلتس زیاده، به همین دلیل یه فوکس ما روی این بخش هستش. Part 6 میگه read the blog entry and look at the verbs in purple. میگه اون لغاتی که به رنگ بنفش هست رو نگاه کنید. Then complete the table using the words from the blog entry. بعد اومده پایین صفحه 36 یه جدولی داره که ما باید اون رو کامل کنیم. There are two examples. دو تا مثال هم برای ما زده. خب بریم ببینیم تو این بخش چه چیزی رو داریم. My blog رو ببینید، نوشته Sunday 12:46 PM و 13 تا هم لایک داشت. میگه I'm having a great time here in Iceland. تایم خیلی عالی رو در ایسلند دارم. I don't miss home at all. اصلا دلم برای خونه تنگ نشد. I'm not staying in a hotel. میگه ما اقامتمون توی هتل نیست. I'm staying at a little guest house with 11 other people. ما با 11 نفر دیگه توی یک مهمانخانه هستیم. Guest house معنی مهمانخانه یا مهمانسرا. Every day we get up early and go hiking or climbing. خب هر روزم که میگه زود بیدار میشیم و در جنگل پیاده روی میکنیم یا کلایمینگ میکنیم. At the moment, در این لحظه I'm resting in my room because I'm exhausted. میگه الان به خاطر اینکه خیلی خستم در اتاقم دارم استراحت میکنم. At home I usually sleep about 8 hours a night. میگه من معمولاً وقتی در خونه هستم 8 ساعت میخوامم. But on this holiday, اما توی تعطیلاتی که اومدم, I need at least 10 hours a night because I'm so active. چون که خیلی فعالم نیاز دارم حداقل 10 ساعت بخوابم. Our guide is great. Our guide is great. لیدرمونم خیلی عالیه. He looks after us really well. خیلی از ما مراقبت میکنن. He always makes us laugh. و باعث خنده ما میشه همیشه. I'm happy with the food. من از غذا راضیم، خوشحالم. But my friend doesn't like it very much. اما دوستام زیاد دوست ندارن. Today we're having reindeer burgers. میگه امروزم غذامون برگر گوزنه. Reindeer گوزنه قطب شمال رو میگه. The chef is cooking them now. آشپزم داره الان اونا رو میپزن. They smell delicious. و بوشن هم خیلی بوی خیلی خوشایند و عالیه. خب در قسمت پایین میگه Here are a few photos of my trip so far. چند تا از این عکسایی که از سفرم بوده تا الان براتون میذارم. This is my group. این گروه منه. They're hiking near a beautiful waterfall. میونها دارن نزدیک یک آبشار زیبا قدم میزنن. تصویر دوم. In this picture we are riding Icelandic ponies. میگه در این تصویرم داریم روی اسبهای کوچک ایسلندی سوار شدیم و میریم. My friend is climbing a volcano. It's really hard work. میگه که دوستان منم دارن از اینجا منظورش اینه که ولکینو معنی آتش فشان، اونجا منظورش اینه که بعد از اینکه آتش فشان به سمت پایین میاد یه سری سنگ ها ایجاد میشه. میگه داره از این سنگ ها میرن بالا. It's really hard work. این کار واقعا سخته.
ما present simple رو داریم اینجا و اینور هم present continuous، سمت چپ زمان حال ساده و سمت راست زمان حال استمراری. خب ما زمان حال ساده رو کجا استفاده میکنیم؟ وقتی بگیم یه چیز داره اتفاق میفته، معمولا همیشه، یا عادتی رو میخواییم بگیم، یا یک چیز، یک واقعه ای رو که مثل این که بگیم زمین گرده یا زمین دور خورشید میچرخه، یه همچین واقعیتی رو. خب مثال اول گفته به get up، زمان حال ساده است. دیگه چی داریم دوستان با توجه به بالای صفحه؟ بله میگه I usually sleep. بله usually رو داریم و sleep. این زمانش چه زمان حال ساده. دیگه چی داریم دوستان؟ He looks after us. اونجایی که میگفت our guide is great, he looks after us. بازم این زمان جمله حال ساده است. دیگه چی داریم؟ قسمت های بنفش رنگ رو نگاه کنید. اونجا که گفته He always makes us laugh. ببینید makes، اس سوم شخص مفرد گرفت، makes us laugh. این قسمت حال ساده مثبتش. بریم ببینیم منفی چی داریم اون قسمت هایی که با رنگ بنفش است. خط اول گفته بود که I don't miss home at all. دیگه چی داریم؟ گفته بود که My friend doesn't like. بله ببینید در زمان حال ساده ما با دو و داز منفی میکنیم. خب بسیار عالی، بریم بخش بعدی، ستون بعدی present continuous مثبت. اینجا اونجا که گفته بود که من کمی برتر می نویسم I'm having. ببینید فاعل به اضافه is و am و are، به اضافه فعل، به اضافه ing، نشون دهنده زمان حال ساده است یا present continuous. دیگه چی هست؟ من سریع بگم I'm staying, I'm resting, we're having, the chef is cooking. این present continuous affirmative یا مثبت. نگاتیو چی داریم؟ تنها یک مثال داریم و اون هم خودش نوشته، I'm not staying. دقت کنید که خیلی راحت بخوایم اگه زمان حال استمراری رو منفی کنیم، چون داخلش is داریم، am داریم، are داریم، یه not اضافه میکنیم بعد از is، am، are، که اینجا چون I'm staying بوده یه not اضافه میشه، میشه I'm not staying. این قسمت رو عرض میکنم. خب بریم قسمت part 7. میگه look again at the verbs in exercise 6. میگه دوباره برید نگاه کنید به فعل ها در تمرین ششم. Then complete the grammar rules with simple or continuous. میگه که این جملات رو با توجه به اون چیزی که بالا خوندیم کامل کنید. حالا یا باید بذارید continuous present continuous یا بذارید که این هست simple present یا present simple. خب من برای continuous C میذارم، برای simple present هم S میذارم. خب ببینیم number one چی میگه. میگه we use the present جای خالی with time words and phrases such as at the moment, today and now. میگه ما با چه زمانی میایم از قید at the moment, today و now استفاده میکنیم؟ خب معلومه دیگه present continuous. من C رو میذارم به عنوان present continuous. اینجا هم present continuous رو داریم. number 2 چی میگه؟ We use the present جای خالی with adverbs such as always, sometimes, usually and every day.
خب خیلی معلومه که وقتی ما اینها رو داشته باشیم باید از simple present استفاده کنیم. بریم سراغ number 3. We use the present جای خالی to talk about habits and routines. عرض کردم که هر زمان بخوایم راجع به عادت‌ها و کارهای روتین و روزمره صحبت کنیم، بله قطعاً باید از simple present استفاده کنیم. و number 4. We use the present جای خالی to describe the action in photographs. خب گاهی اوقات یه عکس ما میدن، میگن این رو راجبش توضیح بدید، یک عکس رو توصیف کنید. خب قطعا اینجا باید از present continuous استفاده کنیم، زمان حال استمراری. page 37 unit 3 part 8 میگه که rewrite the verb using the third person s or es or ies. دقت کنید اگر ما در زمان حال ساده جمله ای داشته باشیم که فاعلش هی یا شی باشه یا هر چیزی که به هی و شی برگرده، مثل مریم، رضا و اسمای اینجوری، یا my father که میتونیم جاش هی بذاریم، my friend که میتونیم هی یا شی بذاریم، my mother که میتونیم شی بذاریم، اگر این فاعل ها رو ما داشته باشیم حتما فعلمون باید اس یا ای اس یا آی ای اس بگیره. حالا چند تا قانون هست که من به شما میگم که چه زمانی کدوم یکی از اینا استفاده میشه. قانون اول میگه اگر آخر فعلی سایلنت ای باشه، مثل اینجا داریم دیگه، لیف شماره 1، شماره 4 هوب، شماره 8 رایت، شماره 12 میک، اگر بخوایم آی ان جی اضافه کنیم اینجا ای هست میشه، مثل ببینید لیف میشه لیوینگ. hope میشه write میشه make میشه و همین راحتی. خب قانون دوم چی میگه؟ میگه اگر حرف آخر فعل بی صدا باشه، شماره دو رو نگاه کنید، get تیش بی صداست و قبل از اون یک حرف صداداری مثل ای باشه. حالا ما اومدیم آی ان جی رو اضافه کردیم دیگه، درسته؟ این هم یه آی میذاریم اینجا، یعنی آی ان جی. ببینید تی بین دو تا حرف صدادار قرار میگیره، بین ای و آی. تی ما اینجا دوتا میشه، دابل میشه، میشه getting. من الان براتون مینویسم، پس شد قانون دوم ما. من قانون دوم اینجوری میکنم، getting تی ما دابل میشه. خب دیگه چه شماره رو داریم؟ شماره 6 رو داریم. ران ببینید میشه ان ما دابل میشه. دیگه شماره چند رو داریم؟ شماره 14 رو داریم. بگین به این صورت میشه، دقت میفرمایید؟ این از قانون دوم ما. و اما قانون سوم، قانون سوم میگه اگر آخر فعلی آی ای باشه، مثل شماره 9، آخر فعلمون آی ایه دیگه، لای آی ای، ما اگر بخوایم آی ان جی اضافه بکنیم آی ای تبدیل میشه به وای، آی ای تبدیل میشه به وای، در حقیقت لای میشه لای آی ان جی، در همشه L, Y, I, N, G. این سه تا قانون بودن برای I, N, G. در بقیه موارد خیلی راحت شما I, N, G رو اضافه میکنید و هیچ نگرانی هم ندارید. در سایر موارد کافی ما فقط I, N, G رو اضافه کنیم، مثل number 3 carry, carrying یا I, N, G اضافه میکنیم. number 5 wash, washing. number 7 play, playing. number 10 pass,
passing. Number 11, cry, crying. و number 13, see, seeing. اما بریم و قوانینمون در مورد S یا ES یا IES در spelling. خب بچه ها فعل cry رو نگاه بکنید، شماره 11 میگه اگر آخر فعلی وای باشه و قبل از اون یک حرف بی صدا باشه و ما چیکار میخوایم بکنیم؟ میخوایم ES اضافه کنیم دیگه، این در حقیقت میخوایم در حالت سوم شخص مفرد S یا ES استفاده کنیم. در این صورت وای به آی تبدیل میشه و فعلی مثل cry میشه cries. دیگه چه فعلی داریم اینجا؟ فعلی carry. ببینید وای داریم، قبلش هم حرف بی صدا داریم، میخوایم اس یا یس استفاده کنیم. خیلی قشنگ به این صورت میشه وای به آی تبدیل میشه و ای اس carries. وای رو حذف میکنیم، به جاش آی میذاریم و ای اس استفاده میکنیم، اضافه میکنیم. خب دیگه قانون دوم ما، اگر آخر فعلی وای باشه و قبل از اون حرف صدادار باشه مثل شماره 7 play، وای داریم قبلش حرف صدادار داریم، وای تغییر نمی کنه و کافیه فقط یه دونه اس استفاده اضافه کنیم میشه plays. به همین راحتی. قانون سوم ما میگه اگر آخر فعلی اس CH, SH, O و X و Z باشه، کافیه ما به جای S از ES استفاده کنیم، مثل wash که میذاریم washes, pass, passes. پس اگر آخر فعلی S باشه، CH باشه، SH باشه یا O یا X، ما به جای اینکه فقط S استفاده کنیم میایم به جای S از ES استفاده میکنیم و فعل رو میبریم به زمان سوم شخص مفرد. خب بریم نام بخش نهم. میگه match the question 1 to 4 with answers A to D. Then complete the grammar rules with simple or continuous. Number 1 میگه are you enjoying your holiday؟ خب معلومه دیگه، قشنگ معلومه زمان جمله ما زمان حال استمراری یا present continuous، به خاطر وجود are، به خاطر وجود ing و فعلمون هم که enjoy هست. خب جواب میشه چی بچه ها؟ Are you enjoying your holiday؟ خیلی راحت جواب C هست. Yes, I am. No, I'm not. هر کدوم از این دوتا رو میتونید پاسخ بدید. Number 2 What are you doing at the moment؟ At the moment گفتیم نشون دهنده زمان present continuous، یعنی در الان داری چه کار میکنی؟ جواب گزینه D هست. کم قشنگ تر بنویسیم، جواب گزینه D. میگه چی؟ I'm having a rest. دارم استراحت میکنم. خب اینو بریتیش ها میگن، امریکن ها چی میگن؟ میگن که I'm getting some rest. I'm getting some rest. get هم گفتیم از اون فعلایی که وقتی ing اضافه میشه تیش دابل میشه. دیگه چی میگن امریکایی ها؟ میگن I'm taking a nap. دارم یه چورتی میزنم. یا میگن I'm going to take a nap. قصد دارم یه چورتی بزنم. این مواردی است که امریکن ها میگن. Number 3 چی میگن؟ میگه Do you usually get up early؟ تا ما دورو میبینیم اینجا میفهمیم که زمان جملمون یک زمان حال ساده هست. خب 3 جوابش چی میشه؟ جوابش میشه A. Yes I do or no I don't. Number 4 When does your brother get up? برادر کی بیدار میشه؟ جواب شماره 4 B هست دوستان. میگه که at about 7 am، حدود ساعت 7. و آخرین number 5 when بعدی number 5 when you make a question and the present جای خالی use the auxiliary verb do.
میگه چه زمانی ما از دو استفاده میکنیم؟ خب معلومه present simple هستی، باز اسم میذارم یعنی present simple. و number 6، when you make a question in present جای خالی use the question form of the verb be. میگه کجا وقتی ما میخوایم در کدوم یکی از اینا present simple یا present continuous وقتی میخوایم سوالی کنیم افعال to be استفاده میکنیم؟ خب مشخصه دیگه، میگیم در present continuous، زمان حال استمراری. خب پارت 10 بخش دهم، read the conversation، مکالمه رو بخونید، then complete the sentences using the verbs in brackets in the correct form. بعد میگه که ما تو پرانتز یه سری کلمات و افعال رو دادیم که شما باید از شکل صحیح اونا استفاده بکنید. Number 1، Hi Gabby، what جای خالی at the moment؟ تا at the moment رو میبینیم ذهنمون میره به سمت present continuous یا زمان حال استمراری. خب اینجا باید بگیم که What are you doing؟ What are you doing؟ What are you doing؟ ادامهش چی میگه؟ میگه که تا دور رو میبینیم بعدش هم want رو داریم، باید بذاریم do you want، هم که خودش همون want هیچ تغییری نمی کنه. Do you want to go out somewhere؟ ادامهش چی جواب میده؟ B میگه I can sorry I جای خالی فوتبال مجان تیوی my team، میگه که من دارم چیکار میکنم؟ I'm watching. I'm بعد از I am میذاریم، watch هم یه دونه ing بهش اضافه میکنیم. I'm watching football match on TV. My team usually. تا usually رو میبینیم چی باید بذاریم؟ play has. play کافی یه دونه s بذاریمش. My team plays. My team usually plays. تا usually رو میبینیم زمان و حال ساده رو به ذهنمون خطور میکنه. My team usually plays really well. But they، اما آنها، lose رو میذاریم، میبینیم و today رو میبینیم. چا today رو میبینیم زمان حال استمراری میشه، میشه they are lose ing. دوستان دقت کنید، یکی از قانونامون این بود دیگه، اگر ما silent e داشتیم مثل lose که آخرش e و بعد ing میخواستیم اضافه کنیم چی میشد؟ e ما هست میشد. بریم دومی رو با هم دیگه بخونیم. تام، I جای خالی for you outside the cinema. Where are you؟ تام میگی که I'm waiting. I'm wait و یا ing بهش اضافه میکنیم. I'm waiting for you outside the cinema. Where are you؟ کجایی؟ بی جواب میدم sorry I'm still on the bus. هنوز تو اتوبوسم. It's terrible. This bus never. جای خالی on time. تا نور رو میبینیم ذهن ما میره به زمان حال ساده و کافی ما یه دونه اس به arrives اضافه کنیم که بشه arrives. This bus never arrives on time. Oh okay, see you soon. سومی رو با هم دیگه بریم. Hi Jane. سم میگه Hi Jane. سم جای خالی not answer my calls today. تا today رو میبینیم باید بگیم که سم is not answer رو هم داریم که یه ing بهش اضافه میکنیم. سم is not answering my call today. Is there something the matter with him? Is there something the matter with him؟ اتفاقی براش افتاده؟ بی میگه no he's fine. It's just that he's got a French exam next week. هفته آینده امتحان فرانسه داره. So he جای خالی at the moment. ببینید at the moment رو میبینید. He is studying. Study رو یه دونه ing بهش اضافه میکنیم میشه studying. یکم اینجا رو مرتب کنیم. خب
Number 4. How do you call usually to college, Chris? تا usually رو میبینیم اینجا باید چی استفاده کنیم؟ بگیم How do you? How do you usually get to college, Chris? جواب میده I walk. Walk رو بدون هیچ تغییری مینویسیم. It جای خالی long. It doesn't take long. What about you? که میگه My dad usually drive me there. که اینجا چون my dad عرض کردم میشه he میشه چی drives. اینجا مینویسم drives. My dad usually drives me there, but he جای خالی today. عرض کردم تا today رو میبینیم زمان جمله میشه حال استمراری. میشه my father یا he is working today. اینجا مینویسم is working today. که بی جواب میده let's walk together. بیا با هم دیگه قدم بزنیم.